روسیه به مولداوی هشدار داد که سربازان خود را در منطقه جدایی تهدید نکند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید در صورتی که مولداوی نیروهای روسیه را در منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا تهدید کند، خطر رویارویی نظامی با مسکو را افزایش خواهد داد. روسیه از اوایل دهه 1990 نیروهای حافظ صلح را در ترانسنیستریا مستقر کرده است، زمانی که درگیری مسلحانه باعث شد جدایی طلبان طرفدار روسیه بیشتر آن منطقه را از کنترل مولداوی خارج کند. لاوروف گفت همه باید درک کنند که هر اقدامی که امنیت نیروهای ما در ترانسنیستریا تهدید کند، طبق قوانین بین المللی به عنوان حمله به روسیه تلقی می شود. همونطور که در آسیای جنوبی زمانی که نیروهای حافظ صلح ما توسط رئیس جمهور سابق گرجستان مورد حمله قرار گرفتند. گلوله باران نزدیک نیروگاه اتمی اوکراین ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید درگیری‌های شدید در بخش جنوبی اوکراین از جمله گلوله باران در منطقه انرهودار نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا تحت اشغال روسیه ادامه دارد. این حملات همزمان با بازدید رافائل گروسی و تیمش از این نیروگاه هسته‌ای انجام می‌شود. رئیس آژانس اتمی سازمان ملل روز پنجشنبه در اولین بازدید تیمش از تأسیسات گفت که یک پارچگی فیزیکی نیروگاه هسته‌ای به دنبال گلوله باران‌های مکرر نقض شده است. نیروهای روسیه مدت کوتاهی پس از تهاجم 24 فوریه کنترل بزرگترین نیروگاه اروپا و منطقه اطراف آن را به دست گرفتند. توافق بوئینگ با تل‌آویو جهت فروش 4 هواپیمای سوخت رسان. رسانه‌ها از سفارش اسرائیل به شرکت آمریکایی بوئینگ برای خرید 4 فروند هواپیمای سوخت رسان خبر دادند. قرار است تل‌آویو در قراردادی به ارزش 927 میلیون دلار 4 فروند سوخت رسان K46 دریافت کند. پیش بینی می‌شود اولین تحویل این هواپیما که جایگزین ناوگان قدیمی سوخت رسان‌های بوئینگ 707 اسرائیل می‌شود در سال 2025 آغاز شود. گفته می‌شود که اسرائیل برای تقویت توان نظامی خود مبادرت به سفارش این هواپیماها کرده است. این سوخت رسانها بخشی از تلاش‌های وزارت جنگ و ارتش اسرائیل در 2 سال گذشته برای تقویت توانایی‌های خود هستند. پوتین: اوکراین از 8 سال پیش جنگی علیه مردم دونسک، لوهانسک و کریمه آغاز کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که عملیات نظامی روسیه از سر خصومت نیست، بلکه فقط برای پایان بخشیدن به سهم‌خواهی اوکراین از منطقه دونباس است. پوتین در تشریح علت تهاجم روسیه به اوکراین بیان کرد که عملیات نظامی در اوکراین خصومت از سوی روسیه نیست، بلکه هدفش پایان دادن به جنگی است که کیف 8 سال پیش علیه زنان و مردان کشور خود آغاز کرده است. رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه طی سخنرانی تاکید کرد مردم دونسک، لوهانسک و کریمه نمی‌خواستند نتیجه کودتای 2014 در کیف را بپذیرند. یک جنگ علیه آنها آغاز شد و 8 سال ادامه پیدا کرد. وی در این سخنرانی که در یک انجمن در کالینینگراد صورت می‌گرفت اضافه کرد وظیفه ما مأموریت نیروهای ما و شبه نظامیان دونباس پایان این جنگ برای دفاع از مردم روسیه است. قطعا این جنگ برای دفاع از خود روسیه است، زیرا یک محاصره ضد روسی در سرزمین امروزی اوکراین شکل گرفت که کشور ما را تهدید می‌کند. پوتین گفت مردم دونباس خودشان را بخشی از فضای فرهنگی و زبانی مشترک با روسیه می‌دانند. رئیس جمهور روسیه چند روز پیش از تهاجم به اوکراین در تاریخ 24 فوریه 5 اسفند 1400 استقلال جمهوری‌های خودخوانده دونسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت که با مخالفت‌های بین‌المللی روبرو شد. کرملین: پوتین در مراسم تشییع جنازه گورباچف شرکت نمی‌کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که آقای پوتین به خاطر برنامه کاری خود نمیتواند در این مراسم که روز شنبه برگزار میشود شرکت کند. پسکوف گفت که پوتین در بیمارستان مسکو، جایی که میخائیل گورباچف در سن 91 سالگی درگذشت، حاضر شده و به او ادای احترام کرده است. اصلاحات گورباچف به پایان جنگ سرد کمک کرد، اما به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. پوتین از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ابراز تأسف کرده است. در سال 2005 پوتین گفته بود که فروپاشی اتحاد ماهیر شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بوده است. سه‌شنبه شب 30 اوت اعلام شد که گورباچف پس از دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری مزمن و وخیم در بیمارستان مرکزی مسکو درگذشت. ترور نافرجام رئیس جمهور سابق آرژانتین در ملأ عام. کریستینیا فرناندز کرشنر، رئیس جمهور سابق آرژانتین، از یک سوء قصد در مقابل منزل مسکونی خود جان سالم به در برد. او هنگامی که از یک جلسه دادگاه باز می‌گشت، در مقابل خانه خود مشغول پاسخگویی به هواداران خود بود که مردی در چند متری او و در میان مردم اسلحه را به سوی او نشانه گرفت، اما تیری شلیک نشد. در تصاویری که از این ترور نافرجام منتشر شده، مهاجم اسلحه به دست دیده می‌شود که اسلحه کمری خود تا چند سانتی متری صورت او جلو می‌آورد، اما به نظر می‌رسد که تیر در خشابگیر می کند و اسلحه شلیک نمی کند.
ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.